کتابخانه صوتی فارسی زبانان تقدیم می کند. مخاطب گرامی، لطفاً برای توسعه فرهنگ کتابخانی و افزایش سطح اطلاعات مفید برای همگان با فشردن دکمه سابسکرایب و لایک و به اشتراک گذاردن آثار این شبکه ما را در این راه یاری فرمایید. تعبیر خواب و بیماری‌های روانی. اثری از پروفسور زیگموند فروید، سرسلسله دانش روانشناسی نوین. صفحه 114، جابجا شدن عناصر در رویا 2. اگر آنچه را که در سطور بالا در خصوص دو نیروی روانی و ارتباطشان با حیات خودآگاهانه گفتم با رویای عمو تطبیق بکنم، میان محبتی که من نسبت به دوستم ره در طی رویا در خود احساس کردم و آنچه را که گاهی در عالم سیاست می‌بینم شباهت تامی به چشم می‌خورد. در نظر بگیرید مملکتی را که حکمرانش به قدرت خیش علاقمند است و بر ضد عقیده انقلابی مردم مبارزه می کند. مردم بر ضد کارمندی عصیان می کنند و تقاضای عزل او را می نمایند. حکمران برای آن که نشان بدهد که به افکار عامه توجهی نمی کند، کارمند مزبور را بدون هیچ گونه دلیلی به مقام بالاتری ارتقا می دهد. نیروی عقل من نیست که همان فرمانده آستانه خودآگاهی باشد، به همین نحو عمل می کند. چه اگر ره را در موجی از محبت غرق می سازد، برای این است که تمایل آن نیروی دیگر که همان دل باشد این بود که از او یک فرد کم عقل بسازد و این نیز به سبب جهات خاصی انجام می گرفت که امیال مربوط به نیروی دل به شدت بدان وابسته بوده است. توضیح حاشیه: رویاهای از این نوع که به رویاهای ریاکارانه موسوم است کم نیست. مثلا زمانی که به یک مسئله علمی مشغول بودم، چندین شب متوالی رویاهای نسبتاً تو در همی دیدم که در طی آن با دوستی که سالهایش از این ترکش کرده بودم آشتی می کردم. خلاصه در دفعه سوم یا چهارم بالاخره موفق به درک معنای واقعی آن شدم و آن این بود که می خواستم بدون قید و شرط از او قهر بکنم و دیگر کمترین احترامی هم برایش قائل نشوم. و حال آنکه رویا ظاهراً ریاکارانه ضد این معنی را القا می کرد، یک رویای اودیپی ریاکارانه را منتشر کردم که در طی آن قوه متفکر رویا شدیدترین تحریکات خصمانه و آرزوهای جنایتکارانه را در لباس مهر و محبت سوزان جلوه‌گر می سازد. در صحایف بعد در فصل ششم تکفین رویا نوع دیگری از رویای ریاکارانه را توصیف خواهم کرد. ادامه متن: در اینجا به این عقیده هستیم که تعبیر رویا ممکن است در خصوص ساختمان ذهن چیزهایی به ما بیاموزد که تاکنون بیهوده آن را از فلسفه انتظار داشتیم، اما فعلا کاری به این مطلب نداریم و حالا که موضوع تبدیل لباس رویا را روشن کردیم، باز برمیگردیم به همان نقطه‌ای که از آنجا آغاز کرده بودیم.
از خود پرسیده بودیم که چگونه میتوان باور داشت که فلان رویا با محتوای غمبار خود در حقیقت همان به حقیقت پیوستن فلان خواست یا آرزو باشد. میبینیم که چنین چیزی ممکن است منتهای جابجا شدن در کار است و محتوای غمبار در واقع نقابی است بر چهره امیال و آرزوهای ما، و با رعایت دو نیروی روانی مزبور خواهیم گفت که رویاهای غمبار فقط در مرحله سانسور حاوی بسی واقعیات غم‌انگیز هستند، اما در واقع شامل اجابت یا به حقیقت پیوستن ملی از امیال می باشند که مربوط به عالم دل یا تمایلات است. اینها رویاهای حاوی خواست یا آرزو هستند، زیرا هر رویایی که تصور شود از دل سرچشمه می گیرد و دل هم مرکز امیال و آرزو هاست. و اما عقل که مرکز ملاحظه کاری ها و سانسور هاست، در تکوین و تحول رویا نقش خلاقی ایفا نمی کند و فقط آن را تفتیش می کند. و اگر ما فقط به سهم نیروی عقل در خصوص رویا توجه کنیم، هیچگاه به شناخت واقعی رویا نایل نخواهیم شد و با همه مشکلات و مسائل روبرو خواهیم گشت که سایر محققان تا کنون در مورد رویا با آن روبرو بودند. تجزیه و تحلیل باید پرده از اسرار رویا بردارد تا معلوم شود که چیزی جز به حقیقت پیوستن فلان خواست یا آرزو نیست. من چند رویا را با محتوای غمبار انتخاب می کنم و به تجزیه و تحلیل آن می پردازم. عده‌ای از این رویاها رویاهای مربوط به بیماران هیستریکی است و این نوع رویاها مستلزم دادن گزارش‌های مقدماتی مفصل است و گاهی نیز باید در طی آن به جریانات روانی مربوط به بیماری هیستری گریز زد. اما من نمی توانم از این کیفیات صرف نظر بکنم، هرچند که گزارش قضایی را مشکل تر می سازد. چنان که بدان اشاره کرده ام، وقتی که بیماران عصبی را معالجه می کنم، رویاهایشان منظمن موضوع گفت و شنید ما قرار می گیرد. من آن وقت هر میگونه توجیهات مبتنی بر روانشناسی برای آنها می آورم و به مدد آنها خود نیز موفق به تشخیص آرزه آنها می شوم و به این مناسبت بیرحمانه به من حمله می کنند و مرا سنگدلترین متخصص به شما می آورند. بیماران من مرتباً از قبول اصلی که بر طبق آن رویا چیزی جز به حقیقت پیوستن خواستها و آرزوها نیست سرباز می زنند و اینک چند نمونه از رویاهایی که بر ضد نظریه من ارائه داده و گفتند که این رویا برخلاف نظریه من واجد انجام خواست یا آرزویی نمی باشد. یکی از بیماران من که زنی حاضر جواب بود، روزی رو به من کرد و گفت: شما همیشه می گویید که رویا چیزی جز یک خواست برآورده شده یا انجام یافته نیست. من از سایه رویایی را برای شما نقل می کنم که درست در قطب مخالف نظریه شما واقع است. شما چگونه ممکن است آن را با نظریه خودتان توجیه و تعبیر کنید؟ و اینک آن رویا. میخواهم شامی بدهم، ولی کن چیزی جز مقدار ماهی دودی ندارم. خواستم بروم چیزی بخرم، ولی ناگهان یادم آمد که روز یک شنبه است و تمام مغازه ها بسته است. خواستم به چند نفر از فروشندگان تلفن بکنم، دیدم تلفن قطع شده است. سرانجام مجبور شدم از میل خود دایر به سور دادن صرف نظر بکنم. طبیعی است که در جوابش گفتم تنها به کمک تجزیه و تحلیل میتوان پی به معنای این رویا برد. در هر صورت با شما موافقم که ظاهر آن کاملا عاقلانه و یک پارچه است و به نظر می آید که بر ضد رأی من مبین انجام آرزو یا خواستی نباشد. اما کدام است عناصر این رویا؟ شما می دانید که موجبات یک رویا همواره در واقعیات یا قضایای روزهای پیش یافته می شود. تجزیه و تحلیل. شوهر بیمار من قصاب عمده فروش است. مرد شجاعی است. خیلی فعال است. چند روز پیش از این به او گفته بودم که خیلی چاق می شود. می خواهد با چاقی مبارزه کند. پس از این صبح ها خیلی زود بلند شده به ورزش خواهد پرداخت و رژیم غذایی خواهد گرفت و دیگر به مهمانی نهار یا شام نخواهد رفت. بیمار من خنده کنان به گزارش خود ادامه داده گفت که شوهر من سر میز مشتریان همیشگی رستورانی که وی مشتری آن است با نقاشی آشنا به هم زده که میخواسته است به هر قیمتی که شده تصویر او را بسازد. چه قیافه ای بدین گویایی نجسته بوده است. اما شوهرش با خشونت معمولی خود جواب داده بوده که بسیار از او متشکر است. ولی در واقع فکرش این بود که نقاش مزبور به موقعش یک تکه از گوشت عقب دختر زیبایی را به تمام صورت او ترجیح خواهد داد
مریض من فعلا شیفته ی شوهرش است و پیوسته سر به سرش می گذارد و نیز از او تقاضا کرده است به او خاویار ندهد. این همه چه معنی می دهد؟ در واقع این خانم مدت هاست که آرزو می کند که بعد از ظهرها یک ساندویچ خاویار بخورد. او دلش نمی خواهد این خرج را بکند. البته اگر این مطلب را با شوهرش در میان نگذاشت، بیدرنگ آرزویش برآورده می شد. اما برعکس از او خواهش کرده است که از دادن خاویار به دو خودداری کند، به نحوی که مدت ها بتواند با طرح این موضوع سر به سر او بگذارد. آنچه رفت به نظر من زورکی و من درآوردی بود. این نوع اطلاعات ناکافی معمولا سرپوشی است که افراد روی موجبات یا انگیزه های اعمال خود که مایل به افشای آن نیستند می گذارند. مثلا در نظر بگیرید یکی از هیپنوتیزم شدگان برنهایم را در حین انجام عملی که خواب کننده در طی خواب مصنوعی دستور آن را به دو داده بوده است، اگر انگیزه عملش را از او بپرسید، عوض آن که در جواب بگوید من خودم نمی دانم چرا دست به چنین کاری زده ام، به دلایل ناکافی و بی‌پایه‌ای دست می بازد و موضوع خاویار این بیمار من نیز از همین نوع دلایل بی‌پایه است. چه من عقیده دارم که وی مجبور است برای خیشتن میل ارضا نشده ای خلق بکند و رویایش نیز این میل را در نظر او کاملا ارضا نشده جلوه داده است. اما ببینیم اصلا چرا آرزوی ارضا نشده برای او لازم بوده است. چیزی که تاکنون به ذهن اون خطور کرده به تعبیر رویا کمکی نکرده است. در این باره پافشاری کردم و بالاخره پس از مدتی چنان که باید وقتی که باید مانعی را از پیش با برداشت به من گفت که دیروز به دیدن یکی از دوستانش رفته بوده است و خیلی هم به این دوست علاقه‌مند است. برای اینکه شوهرش همیشه از او به نیکی یاد می کند. خوشبختانه دوستش باریکندام و لاغر است ولی شوهرش چاق دوست دارد. پس این دوست لاغر از چه صحبت می کرد؟ لابد از میل به چاق شدن خود. نیز بیمار ما از او پرسید دوباره کی ما را به این جا دعوت می کنید؟ خوراکی‌های شما همیشه عالی است. حالا دیگر تعبیر رویا آسان شد. می توانم به بیمار بگویم معنی این رویا درست مثل این است که در دلتان به او گفته باشید که بله، من دعوتت بکنم تا تو غذای خوب بخوری و چاق بشوی و بیشتر از این مورد توجه شوهرم قرار بگیری. حالا که اینطور شد، حاضرم تا عمر دارم به کسی سور ندهم و رویا نیز به شما میگوید که قادر به سور دادن نیستید. تا بدین وسیله آرزوی شما را دایر بر این که برای زیباتر شدن دوستتان نقش ایفا نکنید به انجام برساند و تصمیم شوهرتان دایر بر این که دیگر دعوت قبول نکند تا بدین وسیله از چاقی خود جلوگیری به عمل آورده باشد. در واقع اختیاری است به شما که سور باعث چاقی می شود و حال جز یک نقطه باقی نمی ماند که حقانیت راه حل ما را تایید کند و آن وجود ماهی دودی است در رویای خانم. از ایشان پرسیدم چگونه ماهی دودی در خواب دیدید؟ در جواب گفت ماهی دودی غذای مطلوب دوست من است. اتفاقا من هم این خانم دوست را می شناسم و می دانم که به ماهی دودی بسیار علاقمند است، همچنان که بیمار من به خاویار. همین رویا در خور تعبیر دیگری است که اندکی دقیق تر از تعبیر بالاست و حتی می توان گفت که یک کیفیت فرعی و درجه دوم موجب ضرورت آن شده است. این دو نوع تعبیر یا توجیه متناقض هم نیستند، بلکه معید همند و نمونه گویایی است از این موضوع که رویا همانند سایر پدیده‌های روانی شامل دو معنی است. خلاصه از آن چه رفت آشکار شد که بیمار ما همزمان غور در رویای خود که شامل خواستی ارضا نشده است به این موضوع که چگونه خواستی انجام نیافته برای خود ایجاد کند نیز می اندیشیده است. میل به ساندویج خاویار. دوستش نیز آرزوی از آرزوهای خود را به دو گفته بود، مانند آرزوی چاقی. البته اگر بیمار ما خواب دیده بود که یکی از آرزوهای رفیقش به انجام نرسیده است، جای شگفتی نبود. چه وی خواهان آن است که آرزوی مورد بحث رفیقش به انجام نرسد. بلکه خواب می‌بیند که یکی از خواسته های خودش برآورده نمی‌شود. رویا معنای دیگری حاصل می‌کند، مشروط به این که در طی آن عوض این که سخن از بیمار ما مطرح شود، تمام حوادث گرد رفیقش دور بزند یا اینکه خودش را جای رفیقش تصور بکند و به عبارت دیگر خود را با او یکی بپندارد.
به نظر من بیمار ما نیز خود را با او یکی پنداشته و به دلیل همین یکی شدن در زندگانی واقعی است که میلی تحقق نیافته برای خود ایجاد کرده است. و اما یکی شدن هیستریکی یعنی چه؟ برای توضیح این موضوع باید اندکی وارد آن شویم. یکی شدن در مکانیزم بیماری هیستری عامل بسیار مهمی است و به همین واسطه است که بیماران مبتلا به هیستری می توانند وسیله تظاهرات مرضی خود حالات درونی عده زیادی از افراد را علاوه بر حالات درونی خود ظاهر سازند و به اصطلاح می توانند به نحوی عوض عده از افراد رنج ببرند و به تنهایی تمام نقش های مختلف یک نمایشنامه تراژدی را بازی کنند و اینکه می گویند مبتلایان به هیستری مغلط هستند و در تقلید از نشانه های مرضی دیگران که در آنها مؤثر می افتد استعداد خاصی دارند از همینجاست، به طوری که یک اظهار همدردی ساده ممکن است باعث پیدایش خودمرض در آنها بشود. اما آنچه در سطور بالا گفته شده مربوط است به چگونگی جریان روانی تقلید هیستریکی و حال آنکه خود این جریان روانی قابل بحث است و همچنان که مثالی آن را اثبات خواهد کرد، این جریان یا پروسس روانی در واقع جوابگوی یک سلسله استنتاج‌های ناخودآگاهانه است. در مثلا اگر پزشکی زن مریضی را که مبتلا به یک قسم رعشه است شبی در اتاقی میان سایر بیماران بگذارد، وقتی که به هنگام صبح متوجه شد که این عارضه هیستریکی به دیگران نیز سرایت کرده است، تعجب نخواهد کرد و با خود خواهد گفت که بیماران شاهد این عارضه بوده و آن را تقلید کردند و این نیست مگر یک سرایت روانی. بله، اما سرایت روانی تقریبا به شیوهی صورت میگیرد که ذیلاً میآید. بیماران معمولاً به احوال یکدیگر پیش از پزشک آگاهند و پس از عیادت پزشک باز متوجه همدیگر می شوند. در مثل اگر یکی از ایشان امروز دستخوش بحرانی شود، فردا است که سایر بیماران به علت آن پی ببرند و این علت ممکن است رسیدن یک نامه خانوادگی یا به یاد آوردن فلان غم عاشقانه یا موارد مشابه دیگر باشد. اینجاست که دلسوزیشان به جوش می آید و به طور ناخودآگاهانه چنین استدلال می کنند. اگر این نوع موجبات باعث چندان عوارضی یا بحرانهایی می شود، من هم ممکن است دچار همین بحرانها بشوم، برای اینکه همین موجبات در من نیز هست. چنان که این استدلالها به طور خودآگاهانه انجام می گیرد، هنگام تصور عوارض مزبور بیمار دچار نگرانی خواهد شد. اما چون بیمار به طور ناخودآگاه به چنین استنتاج‌هایی دست می‌زند، این است که این همان عارضه یا بحران و یا نشانه مرضی در وی بروز می‌کند. پس یکی شدن تقلید ساده ای نیست، بلکه تخصیص دادن به خود است به دلیل وجود یک علت مرضی واحد و در واقع مبین یک درست مثل این که و مربوط است به یک قسم اشتراکی که در عالم ناخودآگاه پا بر جا مانده است. یکی شدن اغلب اوقات در مبحث هیستری مبین یک اشتراک جنسی است، چه فرد مبتلا به هیستری، البته نه منحصراً بلکه مرجحاً با اشخاصی یکی می شود که با آنها روابط جنسی داشته یا در داشتن روابط جنسی با فرد معینی با آنها مشترک بوده است. وانگهی زبان مسئول این استنباط است، چه در زبانها رایج است که عاشق و معشوق یکی روح هستند اندر دو بدن. تخیل هیستریکی مانند رویا برای یکی کردن به این امر اکتفا می کند که روابط جنسی مورد توجه آدمی زاد است، بدون اینکه از طرف دیگر این روابط واقعی باشد. بنابراین بیماری که با گذاشتن خود به جای دوستش در طی رویا و با ایجاد یک نشانه مرضی مانند نشانه مرضی میل ارضا نشده که موجب اتحاد او با دوستش می شود، حسادتش را، حسادتی که خودش هم می داند که غیر موجه است، بر ضد او ابراز می دارد. در واقع از قواعد طرز تفکر هیستریکی پیروی می کنند. توضیح حاشیه: من خود از آوردن این قسمت‌ها که مربوط به آسیب شناسی روانی هیستری است پشیمانم، چه به سبب یک پارچگی کمتر جنبه توضیحی دارد. ولیکن اگر همین قطعات پراکنده این موضوع را بتواند اثبات کند که میان رویا و بیماری‌های روانی رابطه محکمی وجود دارد، غرض من حاصل است. ادامه متن.
یکی دیگر از بیماران من که خانمی بود و در حاضر جوابی از تمام خیال بافان دیگر من چیره دستر بود، به نحو ساده تری باز نشان داده است که چگونه عدم تحقق فلان خواست ممکن است نشانه یه تحقق خواست دیگری باشد. روزی برایش گفته بودم که رویا در واقع به حقیقت پیوستن خواست یا آرزوست. روز بعد در خواب دید که با مادر شوهرش عازمه دیه است. من می دانستم که وی چقدر تقلا کرده بود که تابستان را نزد مادر شوهرش نگذارند و نیز می دانستم که چند روز پیش با اجازه یک خانه دهقانی در محلی که با محل سکونت مادر شوهرش فاصله زیادی داشته از شر این استراب رها شده بوده است و این رویا درست برعکس این کمال مطلوب را نشان داده بود. آیا این رویا تئوری مرا نقض نمی کند؟ مطمئناً می شد برای فهم آن به همان نتیجهش بسنده کرد و بر ضد تئوری من رأی داد. ولیکن خواستش این بود که تئوری مرا لکه‌دار کند و این خواستش نیز در طی رویایش انجام یافته بود. اما میل او دایر بر این که من اشتباه می کنم و تئوری من بی ارزش است، با اینکه در مورد خانه روستایی به تحقق پیوسته است، در حقیقت به یک موضوع جدیتری مربوط بوده است. چه در همان اوان از عناصری که با روانکاوی او به دست آورده بودم چنین استنباط کرده بودم که میبایستی در دوره از زندگانیش حادثه مهمی رخ داده باشد که از لحاظ بیماریش حائز اهمیت بسیار بوده است، اما او به دلیل اینکه چیزی از این حادثه به یاد ندارد آن را انکار کرده بود. اندکی بعد آشکار شد که حق با من بوده است. پس میل او دایر به اشتباه من که در رویایش به صورت مسافرتی به اتفاق مادر شوهر به دیه در آمده بوده، در باطن جوابگوی این خواست بسیار طبیعی بوده که حادثه مورد نظر من به هیچ وجه در زندگانی او به وقوع نپیوسته است و من در این باب اشتباه کرده بودم. در اینجا به خود اجازه می دهم که بدون تجزیه و تحلیل و فقط و فقط به مدد یک حدس، مورد بی اهمیت زیر را که برای یکی از دوستان قدیمم که مدت 8 سال متوسطه را با او همدرس بودم اتفاق افتاده است تعبیر کنم. روزی در یک مجمع کوچک که رفیق ما هم در آن شرکت داشت، من این عقیده تازه را ابراز کردم که رویا چیزی جز به حقیقت پیوستن یک خاص یا آرزو نیست. رفیق ما به خانه بازگشت و خواب دید که در تمام محاکم محکوم شده است. شغل وی وکالت دادگستری بود و این رویا ظاهراً ناقص عقیده من در مورد رویا به طور کلی بود. خلاصه به شکایت از من آمد و من با گفتن این جمله که نمیتوان در تمام محاکم حاکم شد، شر او را از سر خود باز کردم. ولیکن با خود گفتم جای تعجب است. من در تمام مدت 8 سالی که با وی همدرس بودم همیشه شاگرد اول بودم و او شاگرد متوسطی بیش نبود. و حال از رویایش معلوم می شود که هیچگاه نمی خواسته است که از دهان من حرف درستی در بیاید و این خواستش نیز در ضمن رویایش به انجام رسیده و حرف یا عقیده من به زعم او درست و مطابق با واقع در نیامده است. یکی از بیماران من رویایی را برای من حکایت کرده است که از موارد بالا غم‌انگیزتر است و به نظر ناقل ناقص تئوری رویا و آرزو می آمد. این دختر به من گفت: شما می دانید که خواهرم دیگر جز یک پسر ندارد و نامش شارل است و پسر ارشدش اوتو را از دست داده است. زمانی که من در منزل او زندگانی می کردم اوتو را دوست داشتم و خودم او را تربیت کرده بودم. هرچند که شارل را دوست دارم، ولی که این دوستی به پایگی دوستی من و اوتو نمی رسد. امشب خواب دیدم که مرده شارل را جلوی خود می بینم که در تابوت کوچک خود دراز کشیده و دستایش به هم متصل است و شمع‌های مومی بزرگی در اطرافش قرار دارد. درست همان منظری بود که در موقع مرگ اوتو کوچولو دیده بودم. شما می دانید که چقدر از مرگ او متاثر شده ام. خب این رویا را به چه می توان تعبیر کرد؟ شما مرا می شناسید. آنقدر بی‌عاطفه نیستم که خواهان یا آرزومند مرگ فرزند منحصر به فرد خواهرم باشم. تعبیر رویای من این است که من مرگ شارل را به مرگ اوتو که خیلی دوستش داشتم ترجیح می دادم. به او اطمینان دادم که این تعبیر آخری درست نیست. پس از لحظه درنگ توانستم تعبیر واقعی رویایش را برای او بگویم، به طوری که خودش هم آن را تایید بکند. البته من از عهده این کار برآمدم، برای اینکه به تمام زندگانی نایم آشنا بودم.
نایم خیلی زود یتیم شده و در خانه خواهرش که خیلی بزرگتر از او بود تربیت شده بود. در این حیث و بیس مردی از آشنایان خانوادگی خواهرش تأثیر عمیقی در روح او گذاشته بود. در وهله نخست چنین به نظر می رسید که این عشق نسبتاً فاش شده شاید با ازدواج به پایان برسد، اما معلوم نشد به چه دلیل خواهرش از این کار جلو گرفت. پس از این جدایی مردی که مورد علاقه مریضم واقع شده بود از رفتن به آن خانه اعتراض کرد. وجود این مریض نیز پس از مرگ اوتو که مالک تمام محبتش شده بود آن خانه را ترک کرده، زندگانی مستقلی برای خود برگزیده بود، اما نتوانسته بود از قید محبت دوست خانوادگی خواهرش وارهد. غرورش به دوه حکم می‌کرد که از عشقش صرف نظر بکند، اما نتوانسته بود به هیچ یک از خواستگاران بعدی دل ببندد. وقتی که اعلام می‌شد که این مرد در فلان محل سخنرانی دارد، این مرد ادیب و معلم بود، به هر نحوی که بود در جرگه شنوندگانش قرار می‌گرفت و از این گذشته پیوسته در کمین دیدار او بود. به یاد دارم که یک بار به من گفته بود که فلانی امشب به کنسرت می‌رود و من هم برای ملاقاتش به آنجا خواهم رفت و این مطلب را روز پیش از رویا به من گفته بود و کنسرت نیز در همون روزی که رویا را برای من نقل کرد انجام می گرفت. بنابراین توانستم به آسانی خوابش را تعبیر کنم و از او پرسیدم آیا آن حادثه را که موقع مرگ اوتو به وقوع پیوست به یاد دارد؟ بیدرنگ در جواب گفت یقیناً، چه من آن وقت پروفسور را که مدتی بود ندیده بودم و تازه از مسافرت برگشته بود کنار تابوت اوتو کوچولو دیدم. این همون چیزی بود که من دنبالش می گشتم. پس رویایش را به ترتیب ذیل تعبیر کردم. اگر شارل هم بمیرد چنان حادثه ای اتفاق خواهد افتاد، چه در آن وقت یقیناً نزد خواهرتان خواهید بود و پروفسور هم برای عرض تسلیت به آنجا خواهد آمد و شما درست در همون شرایط پیشین بار دیگر موفق به دیدارش خواهید شد. رویای شما مبین همین میل به دیدار اوست که باطناً با آن در کشمکش هستید و من می دانم که بلیت کنسرت نیز از ساعه در جیب شماست. رویای شما رویای عجولانه است. چه حادثه ی امشب را چند ساعت زودتر از وقوع آن به شما نمایش داده است. او علناً برای کتمان میلش وضعی را برگزیده بود که معمولاً برای سرکوب کردن چنین آرزوهایی مناسب است. آنچنان در عزایش فرو رفته می نمود که گویی قادر نیست به چیز دیگری بیندیشد. و حال آنکه کاملا ممکن است در همان وضع واقعی چنان که رویا با امانت آن را نشان داده بود در کار تابوت بچه‌ای که آن همه مورد علاقش بود نتوانسته باشد، از سرکوب کردن عشق به کسی که مورد محبتش بود و مدت‌ها می‌شد که یکدیگر را ندیده بودند به خوبی برآید. یکی دیگر از بیمارانم خواب مشابه دید ولی به نحو دیگری تعبیر شد. این زن که در گذشته ذهنی تند و خاطری خوش داشته بوده است، باز در طی معالجه از راه اندیشه هایی که به ذهنش خطور می کرد، همان صفات را بروز داد. در طی رویای دراز، دختر 15 ساله منحصر به فرد خود را دید که به حال مرگ در جعبه دراز کشیده است. این خانم به زعم خودش می خواست از این رویا حربه‌ای بر ضد نظریه من بتراشد. اما جعبه مزبور به دو فهمان که باید به نحو دیگری آن را در نظر بگیرد. توضیح حاشیه: جعبه مزبور در این رویا همان نقشی را ایفا می کند که ماهی دودی در رویای سوری که داده نشد. ادامه متن. موقع تجزیه و تحلیل به یادش آمد که شب پیش از رویا در مجمعی از کلمه انگلیسی بوکس یا جعبه و ترجمه های ممکن آن در زبان آلمانی سخن به میان آمده بود. از قبیل جعبه، آلونک، صندوق، سیلی و غیره. قسمت‌های دیگر رویای مزبور این حدس را به من القا کرد که وی متوجه قرابت بین کلمه بوکس انگلیسی و کلمه بوکس آلمانی شده بوده و در خاطر داشته بوده است که معنای عامیانه کلمه آلمانی مزبور همان اعضای تناسلی زن است. پس با توجه به معلومات خود در خصوص تشریح توصیفی می شد حد زد که تصویر دخترک در جعبه در حکم تصویر جنین بچه بود در رحم مادر. وقتی که به این مرحله از تعبیر و توجیه رسیدم اعتراف کرد که تصویر رویا درست مطابق است با یکی از خواستها و آرزوهایش، چه او هم مثل عده زیادی از دوشیزگان به هیچ وجه از آبستنی خود خوشنود نبوده
و چندین بار خواهان مرگ بچه شده بوده است و حتی در طی یک بحران عصبی که پس از مرافعه با شوهرش به دو دست داده بود محکم به شکم خود زده بوده است تا بچه بیفتد. بنابراین تصویر بچه مرده در ضمن رویا در واقع به حقیقت پیوستن یکی از آرزوهایش بود، منتها میلی که فراموش شده بود و 15 سال از اون میگذشت. و البته جای تعجب نیست که چرا به وقت تحقق پس از موقع چنین آرزوهایی نائم از بازشناختن آن عاجز میماند، زیرا بس چیزها در این فاصله زمانی عوض میشده است. وقتی که از رویاهای مشخص نوعی یا نمونه ای سخن به میان خواهم آورد، به گروهی از آن برمیخوریم که این دو رویای بالا بدان تعلق دارد و آن رویاهایی است که موضوع اصلی در آن گرد مرگ یکی از اقوام مورد علاقه چرخ زد. آن وقت به مدد نمونه های تازه دیگری نشان خواهم داد، هرچند که محتوای این رویاها کمتر از طرف نائم خواسته شده باشد، باز باید آنها را در زمره رویاهای حاوی اجابت آرزو به حساب آورد و یکسان تعبیر کرد. رویای زیل متعلق به بیماران من نیست، بلکه آن را به یکی از دوستان حقوقدان خود مدیون هستم که بسیار هوشمند است. وی این رویا را بدان سبب برای من حکایت کرد که مرا از تعمیم عجولانه نظریه‌ام در مورد رویا، همان خواست یا آرزوی انجام یافته است، باز دارد. باری چنین حکایت کرد: خواب دیدم که بازو به بازوی زنی به در خانه خود رسیدم. اتومبیل مسدودی توقف کرد و مردی به طرف من آمد و پس از اینکه با نشان دادن مدرکی به من فهماند که پلیس است، اختار کرد که به همراه او بروم. من هم از او خواستم که به من مهلت بدهد تا به کارهایم سر و صورتی بدهم. شما واقعا خیال می‌کنید که من آرزو کرده بودم به زندان بروم؟ البته باید بگویم نه. آیا می‌دانید به استناد چه جرمی؟ بله، خیال می‌کنم برای بچه‌کشی. بچه‌کشی؟ شما می‌دانید که در این مورد مادر مجرم است. راست است. توضیح حاشیه: اغلب اتفاق می افتد که رویا را ناقص تعریف می کند و به وقت تجزیه و تحلیل تازه قطعات فراموش شده پیدا می شود. آن وقت از همین قطعات فراموش شده می توان کلید تمام تعبیر را به دست آورد. در این باب مراجعه شود به آنچه اندکی بعد درباره موضوع فراموشی رویا خواهم گفت.